ça gaat er gebeuren. به گوزنی آمار قربانیان کرونا در ایران، انجمن داروسازی میگوید دارو و ماسک کافی نیست. افزایش قیمت طلا و ارز در ایران، دلار 31500 تومان، سکه 16 میلیون را رد کرد. ادامه درگیری در قره‌باغ با وجود اعلام آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، صلیب سرخ خواهان تضمین امنیت برای شروع عملیات بشردوستانه شد. و درخواست دوباره کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای ممنوعیت آزمایش بکارت. سلام، عصر یکشنبه‌تون بخیر. 20 مهر برابر با 11 اکتبر، خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. در ایران آمار رسمی قربانیان روزانه ویروس کرونا دوباره شکسته شد. به گفته وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 251 نفر دیگر از مبتلایان جانشان را از دست دادند. همچنین گفته شده که در این مدت بیش از 3800 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. روز دوم اجباری شدن ماسک از جلوی در خانه در تهران. هنوز همه رعایت نمی کنند. خاطری که دوست دارم ماسکم نمیزنم، نمیخوام. در هر صورت من دوست ندارم، نمیتونم تحمل کنم. بر طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، افرادی که ماسک نزنند 50000 تومان جریمه میشوند. هر کسی هم که به کرونا مبتلا باشد و از خانه خارج شود 200000 تومان جریمه میشود. جریمه هایی هم برای راننده های تاکسی که خود ماسک نزنند یا مسافری را بدون ماسک سوار کنند در نظر گرفته شده. مغازه ها و کسب و کارهایی که افرادی را بدون ماسک راه بدهند هم جریمه می شوند و حتی اگر این کار ادامه داشته باشد محل کسب و کار پلمب خواهد شد. معاون وزارت بهداشت ایران هم از شناسایی عابران بدون ماسک با استفاده از دوربین های پلیس خبر داده. اما هزینه تهیه ماسک برای بسیاری از شهروندان سنگین است. خیلی ها گرانی ماسک را دلیل استفاده نکردن از آن می دانند. برای همین است که بعضی از پزشکان استفاده از شال یا ماسک تهیه شده در خانه با پارچه را توصیه می کنند. خیلی ها هم دست به کار شدند و خودشان ماسک پارچه‌ای تهیه می کنند. همزمان رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته تا هفته ی آینده تعداد زیادی ماسک پارچه‌ای قابل شستشو به بازار خواهد آمد که موجب کاهش هزینه خانواده ها می شود. محمد رضا دوری، دبیر انجمن داروسازان تهران، میگوید عملکرد دولت در تعیین قیمت ماسک موجب سردرگمی شده. به صورت قطره چکانی تعداد بسیار محدودی ماسک با قیمت مصوب، یعنی 1300 تومان، در داروخانه ها توزیع شده که کفاف میزان مصرف را نمی‌دهد. گفتند همه ماسک‌ها به این قیمت فروخته شود، در حالی که کیفیت بعضی متفاوت است. در هفته‌های گذشته عده زیادی از پرستاران و کادر درمانی به کرونا مبتلا شدند. سیستم ایمنی بدن همکارا همه پایین اومده، ضعیف شده. روزهای اول شروع کرونا، حالا مثلا ماهی یک نفر رو مثلا ما مبتلا داشتیم، ماهی دو نفر رو مبتلا داشتیم، ولی الان در حال حاضر آمار ابتلای همکار ما در روز حداقل 5 نفر 6 نفر از کادر دارن مثبت میشن. حجم بالای بیماران مبتلا به کرونا از یک طرف، نبود تخت‌های ICU برای بیماران بدحال و کمبود کادر درمان به دلیل ابتلا به کرونا وضعیت را در تهران و شهرهای دیگر وخیم کرده. در این ویدیو یک پرستار در تهران از ابتلای تعداد زیادی از همکارانش به کرونا میگوید. وضعیت واقعا وحشتناکه، یعنی من الان دقیقاً 36 ساعته که شیفتم. متاسفانه ویروس کرونا، چیزی که من دارم می‌بینم، خیلی بیشتر از قبل جوونا رو درگیر کرده، حتی بدون اینکه مشکل زمینه‌ای داشته باشن. و یک مصیبتی هم که هست اینه که ما تعداد خیلی زیادی از همکار خودمون هم درگیر شدیم و الان ما محدودیت تعداد پرسنل داریم. یعنی ما دیشب توی ICU کرونا با 12 تخت مریض بدحال و اینتوبه فقط 2 نفر بودیم. این هم تصویری است که از تشییع پیکر یک پرستار بیمارستان بوعلی قزوین به دست ما رسیده. او 2 روز پیش بر اثر کرونا جانش را از دست داد.
در 24 ساعت گذشته رکورد رسمی فوت روزانه کرونا در ایران شکسته شد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در این مدت 251 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. هیچ کدام از کشورهای مدعی دموکراسی را نمیشناسید در طول این سالها که اپیدمی رو فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشند. وزیر بهداشت میگوید نباید از شیوه های پلیسی برای اعمال خشونت استفاده شود، اما با توجه به اینکه در 27 استان ایران وضعیت شیوع کرونا قرمز است، به نظر میرسد که باید از شیوه های سختگیرانه تری برای کنترل کرونا استفاده کرد. فرین آسمی، بی بی سی. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد، با ماست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای مظفر مقدم، این وضعیتی که ماسک اجباری شده در تهران باعث شده که هم قیمت ماسک بالا بره هم کم باشه در بازار، وضعیت در مشهد چطور؟ مشاهده شما چی نشون میده؟ درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم همه از ابتلای به این ویروس دور باشید و سلامت باشید. در تهران که خب بهار شرایط رو در گزارش خودتون تشریح کردید، به دلیل اجباری شدن ماسک همین قصه پیش میاد، یعنی ماسک یا کمیاب میشه یا گرانتر میشه. در مشهد ما یک دوره‌ای داشتیم که در واقع ماسک کمیاب شده بود، یعنی در حقیقت بعضی از داروخانه‌ها، یا بهتر بگم بسیاری از داروخانه‌ها، ماسک رو به اندازه کافی نداشتن. الان ما در حال حاضر در مشهد کمبود ماسک نداریم، ولی با نرخ‌های متغیر و متفاوت روبرو هستیم. مثلا من اینجا در دوربین به بینندگان شما نشون میدم، این یک ماسک معمولی هستش، بهش میگن ماسک سلایه و در حقیقت کیفیت متوسط داره. همین ماسک در واقع توی داروخانه ها از 1500 تومان تا 2000 تومان 2500 تومان در حال حاضر در حال ارائه هستش، و شما 10 عدد ماسک بخواید بخرید تهیه بکنید، چیزی نزدیک 10 تا 11000 تومان در حقیقت این تمام میشه برای مصرف کننده. مسئله در اینجاست، تحت شرایط فشار اقتصادی که الان مردم هستن و سفره ها هر روز داره کوچکتر میشه و جیب ها تویتر، این مبالغ یک فشاریه بر سبد خانوار. یعنی شما فرض بگیرید یک خانواده‌ای که خودشون رو بیمه کردن، یعنی سالانه دارن حق بیمه هم پرداخت میکنن در واقع به دولت، اینها میبایستی یک هزینه‌ای بدن برای ماسک، برای تهیه الکل احتمالاً، برای تهیه دارو و برای تهیه دستکش. تمام اینها یک مبلغ نسبتاً گزافی بر اقتصاد خانواده فشار میاره و این باعث میشه افراد واقعا یه عده انگیزه نداشته باشن یا نتوانن. من عده رو در مشهد دیدم که اینها ماسکایی رو که استفاده کردن مجدداً میشوین، تو آفتاب میندازن، پهن میکنن، خشک بشه و بعد استفاده میکنن، که این دیگه تأثیری هم واقعا نداره. آقای مقدم، وضعیت بیمارستان ها در مشهد چطوره؟ ارشد، همینجور که به اصطلاح در اخبار هم آمده در این مدت اخیر، وضعیت بیمارستان مشهد هم تا جایی که من شنیدم و میدانم در حقیقت بیشتر ظرفیت بیمارستان‌ها در اشغال بیماران کرونایی هستش، و ما به اصطلاح تعداد زیادی در حقیقت حالا یا مشکوک به کرونا هستن یا تعدادشون در واقع کرونا گرفتن، اینها رو به بیمارستان‌ها میارن، بستری میکنن. با همین چندی پیش که واقعا در مراکز درمانی مشهد هم تخت خالی باقی نمونده بود برای بیماران کرونا. اما خب به هر حال وضعیت مشهد هنوز هم از وضعیت تهران که پایتخت هستش قدری بهتره، ولی باز هم در اینجا ما هشدار قرمز داریم در مشهد که اعلام هم شده، بارها اعلام شده، و به دلیل سفرهایی که به مشهد میشه و تجمعاتی که برگزار میشه، عادتا این شرایط اینچنین هم نمیمونه و به سمت وخامت بیشتر میره. بنابراین مشهد هم جز به شهرهای به شدت در معرض هست. متشکرم از توضیحات شما. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد با ما. درود بر شما. خدا نگهدار. رئیس شورای شهر تهران گفته که خیابانی در این شهر به نام محمد رضا شجریان نامگذاری می شود. به گفته محسن هاشمی، مکاتبات لازم در این باره صورت گرفته و شهرداری به زودی مصوبه شورا را اجرا خواهد کرد. شورای شهر تهران اوایل پارسال در مصوبه خواستار نامگذاری یکی از خیابانها به نام آقای شجریان شده بود، اما محسن هاشمی در نامه ای از شهرداری خواسته بود که این کار را انجام ندهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران با وجود افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش، هنوز مواد کافی برای تولید بمب هسته‌ای ندارد. با این حال رافائل گروسی گفته که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با درجه بالاتر از تعهدش در قالب برجام ادامه می‌دهد. آخرین گزارش آژانس که ماه پیش منتشر شد گفته بود که ایران حجم ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را به 2105 کیلوگرم رسانده که بیش از 10 برابر حد مجاز در برجام است.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه گفته که طی یک هفته اخیر نشست‌های انفرادی و غیر رسمی میان نمایندگان دولت و طالبان جریان داشته. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که این نشست‌ها در سطوح مختلف بوده. همزمان با آن امروز صدها زن در کابل تجمع کردند و خواهان حفظ نظام و قانون اساسی در مذاکرات و آتش‌بس شدند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ اجاره مسکن در تابستان امسال فقط در 10 استان برابر با سقف مجاز اعلام شده توسط ستاد مقابل با کرونا یا کمتر از آن بوده. بر اساس این گزارش اجاره بها در 6 استان بیش از سقف مصوب افزایش پیدا کرده. ستاد ملی مبارزه با کرونا 25% افزایش در تهران، 20% در کلان شهرهای دیگر و 15% در شهرهای کوچکتر را تصویب کرده. انفجار گاز در بازار آمری شهر اهواز مرکز استان خوزستان ایران دست کم 5 کشته و 9 مصدوم به جا گذاشته. رئیس سازمان آتش نشانی اهواز گفته که انفجار در یک واحد مسکونی 2 طبقه رخ داده و آن را به طول کامل تخریب کرده. به گفته او بر اثر پرتاب قطعاتی از ساختمان محل حادثه به اطراف، مغازه‌های مجاور این واحد مسکونی هم آسیب شدید دیدند. نرخ ارز در ایران دوباره رکورد زده. قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی با 1200 تومان افزایش نسبت به دیروز به 31150 تومان رسید. قیمت دلار در بازار آزاد هم حدود 31500 تومان گزارش شده. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید هم در بازار آزاد تهران به 16 میلیون و 50000 تومان رسید. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی درباره افزایش قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در ماه‌های اخیر منتشر کرده و در آن به دولت و بانک مرکزی توصیه کرده که برای توقف این روند انضباط پولی و مالی در پیش بگیرند. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما هستند. آقای خاوند خوش آمدید به برنامه. اول اگر میشه بگید که به نظر شما دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر چیه؟ ببینید، غیر از عوامل سنتی و همیشگی که در ایران روی قیمت ارز تاثیر میذاشت، از جمله مسئله تورم به خصوص، مسئله تازه‌ای که در حال حاضر مطرح شده و به خصوص 18 بانکی که یعنی 17 بانک و یک مؤسسه مالی که به تازگی از طرف ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و خیلی جدی گرفته نشدند از طرف مقامات پولی ایران، در واقع این هم به شدت تاثیر گذاشته، چون این در واقع ضربه میزنه به صادرات غیر نفتی ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ایران. تا به حال بیشتر تحریم ها متوجه صادرات نفتی بود. خب از این به بعد اگر اونایی که ارز میارن برای ایران، به خصوص مثلا پتروشیمی ها، در انتقال ارز به ایران دچار مشکل بشن از طریق این بانک ها، خب این طبعا تاثیر میذاره بر بازار ارز ایران، به خصوص از این نظر که این تحریم این بانک ها همراه است با تحریم های ثانویه، یعنی بانک های دیگری هم که به دلیل اینکه ارتباط دارن با دلار یا با بازار مالی آمریکا نمیتونن با این بانک ها تماس بگیرن و به همین علت شعبات این بانک ها در اروپا از این به بعد بسیار مشکلات بیشتری خواهند داشت در انتقال پول به ایران و ایران متمرکز خواهد شد بیش از پیش بر اون چیزی که بهش میگن شبکه‌های غیر سیستمی یا شبکه‌های موازی یا شبکه‌های مویرگی که در واقع منظور صرافی‌ها هستند، از اون طریق ارز منتقل می‌کنند، منتها هزینه این انتقال هم بیشتر خواهد شد. این عامل اصلی هست که بر بازار ارز ایران تاثیر گذاشته. آقای خاوند، بانک مرکزی امروز اعلام کرده که روزانه قرار 50 میلیون دلار ارز وارد بازار بکنه. این کار چقدر میتونه قیمت رو کنترل بکنه؟ ببینید، مسئله بزرگ در ایران این هست که از طریق تزریق ارز به بازار میخوان بازار رو کنترل بکنن. طی این 16-17 سال گذشته 300 میلیارد دلار به بازار ارز ریخته شده و رقم بسیار مهمیه. اگر این در راه آبادانی کشور به کار گرفته میشد چقدر تأثیر مثبت‌تر داشت. یکی از قرار معلوم در درون هیئت دولت اختلاف نظره، به خصوص با رئیس کل بانک مرکزی و حتی شایعه استعفای آقای همتی توی چند روز اخیر قوت گرفت که البته هنوز تایید نشده، و اینکه دولت اصرار داره به اینکه ارز به بازار تزریق بشه برای اینکه بازار رو آروم بکنند و گویا مقامات بانک مرکزی با این مسئله مخالفن. خود آقای همتی هم چند وقت پیش اظهار کرده بود که دیگه ارز به بازار ریخته نمیشه. مسئله بر سر این هست که خب این ارز رو میریزن،
ولی اگر قرار باشه برگردونن به عقب، حتی برگردونن دوباره به زیر 30,000 تومان، دوباره با کمترین نشانه ای ارز دوباره اوج میگیره، فنرش راه میشه و بالاتر میره. این چه تأثیری داره؟ باید فکر نهایی و اساسی بکنن برای این موضوع، وگرنه ذخایر ارزی ایران هم تموم میشه در حالی که این ذخایر به اصطلاح زرادخانه اصلی جمهوری اسلامی است در شرایط کنونی. متشکرم از توضیحات شما. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران رکورد آمار رسمی قربانیان کرونا با مرگ 251 بیمار جدید در شبانه روز گذشته شکسته شد. با افزایش قیمت سکه و ارز در ایران، بانک مرکزی اعلام کرده که روزانه 50 میلیون دلار به بازار رسمی ارز تزریق می‌کند. در ادامه این برنامه، نمایش قدرت جنجالی کره شمالی. گزارش ها حاکی از نقض آتش‌بس است که دیروز میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان اعلام شد. این آتش‌بس با وساطت روسیه قرار بود برای تبادل کشته ها و اسیران برقرار شود، اما نقض آن عملیات مبادله را به تعویق انداخته. بعد از اعلام آتش‌بس، مجتمعی مسکونی در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان هدف راکت قرار گرفت و 9 غیر نظامی کشته شدند. ارمنی‌ها شلیک راکت را تکذیب می‌کنند و در این حال ارتش آذربایجان را متهم می‌کنند که همچنان قره‌باغ را گلوله باران کرده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان، 60 کیلومتر پشت جبهه. دو ساعت پس از آغاز آتش‌بس هدف راکت شد. آذری‌ها میگویند راکت نه از قره‌باغ که از خاک ارمنستان شلیک شده. ارمنی‌ها تکذیب می‌کنند. دفعه پیش که گنجی آماج راکت شد، ارمنی‌ها گفتند راکتی که باید به فرودگاه می‌خورده به سوی مناطق مسکونی خطا رفته. این بار اما هیچ هدف نظامی در نزدیکی آپارتمان‌هایی نیست که راکت به آنها خورده. آذری‌ها هم به نقض آتش‌بس متهمند. ارمنی‌ها میگویند پس از آتش‌بس آذری‌ها همچنان به گلوله باران ادامه دادند. 5 دقیقه پس از آغاز رسمی آتش‌بس، استپاناکرت یا خانکندی مرکز قره‌باغ را آماج راکت کردند. این شهر از آغاز جنگ پیوسته زیر آتش بوده. در ساعات پس از آغاز آتش‌بس همچنان درگیری از جبهه ها گزارش می شد. هرچند با آغاز روز ارمنی ها می گویند وضعیت آرام و ظاهراً آتش‌بس تقریباً برقرار است. آتش‌بسی که از همان آغاز شکننده به نظر می رسد. آتش‌بسی که آذری ها به زیان خود می بینند. اصلنده بو آتش‌بسین اولماغی یعنی بیراز یارم سخ ایش دمکدی. این آتش‌بس مثل اینه که کار نصف و نیمه بمونه. باید ادامه میدادیم و همه خاکمون رو پس میگرفتیم. امروز این آتش‌بس برای ما لازم نیست، چون ارمنی‌ها وقتی پیرهای ما، زنها و بچه‌ها رو میکشتن آتش‌بس رو قبول نکردن. امروز ارتش ما قویه و باید تا ارمنستان بریم. نباید بیستیم، آتش‌بس به ضرر ماست. ادامه آتش‌بس برای آذری‌ها شکست است، چون وعده داده بودند این بار دیگر قره‌باغ را پس می‌گیرند. با اینکه آذری‌ها برتری نظامی دارند، در صورت ادامه آتش‌بس تنها بخشی جزئی از خاک خود را آزاد کرده‌اند. قره‌باغ و بخش زیادی از خاک اشغال شده آذربایجان دست نخورده می‌ماند. ادامه آتش‌بس برای ترکیه هم شکست است که این بار آشکارا پشت جمهوری آذربایجان ایستاد. اما پیروزی برای روسیه است که بانی آتش‌بس شد. ادامه آتش‌بس یعنی همچنان روسیه است که در قفقاز حرف اول را می‌زند. مرتضی فرهمند، BBC. کمتر از یک روز بعد از رژه چشمگیر ارتش کره شمالی، کره جنوبی از همسایه شمالیش خواسته که کاری نکند که بین دو کشور جنگ در بگیرد.
دیروز رژه نظامی پیونگیانگ به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس حزب حاکم برخلاف معمول شب هنگام برگزار شد. در این مراسم کره شمالی انواع گسترده ای از ادوات جنگی از جمله بزرگترین موشک بالستیک قاره پیمایش را به نمایش گذاشت. کسرا ناجی در گزارشش میگوید که این نمایش قدرت نظامی در شرایط سخت اقتصادی در کره شمالی برگزار شده و رهبر کره شمالی به خاطر آن از مردم عذرخواهی کرده. تصاویر تلویزیون کره شمالی معلوم نیست که چرا رژه دیروز به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس حزب کارگران در پیونگیانگ شب هنگام برگزار شد. آنچه که روشن است این است که از هیچ مهمان خارجی برای تماشای این رژه دعوت نشد، خبرنگاران رسانه‌های خارجی حضور نداشتند و به سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی هشدار داده شده بود به اینجا میدان کیم ایل سونگ نزدیک نشوند و عکس هم نگیرند. در آن طرف مرز در سئول پایتخت کره جنوبی مردم با نگرانی به این رژه تماشا کردند. رژه‌ای که کره جنوبی آن را افزایش تهدید از سوی کره شمالی تلقی کرد. کره جنوبی حالا از همسایه شمالیش خواسته که کاری نکند که جنگ در بگیرد. به نظر من رژه تو این شرایط همه‌گیری کرونا که همه یه جا جمع میشن فقط برای خودنماییه، یه کار افراطی، فقط برای نشون دادن قدرت نظامیش به دنیا. در میان جمعیت اثری از ماسک نیست. کره شمالی ادعا میکند که هیچ کس در این کشور به کووید 19 مبتلا نشده، اگرچه این کشور همچنان مرزهایش را از ماه ژانویه به این طرف به روی جهان خارج بسته است. وسعت انواع ادوات نظامی جدید از تانک‌های جدید گرفته تا موشک‌های بالستیک جدید در این رژه چشمگیر بود. به خصوص این موشک که هیچ کس هنوز نام آن را نمی‌داند. یک موشک غول‌پیکر بالستیک قاره پیما که گفته می‌شود ممکن است دارای چند کلاهک باشد. موشکی که بر روی تریلی با 22 چرخ حمل می‌شود و قطرش تا حدود 3 متر تخمین زده شده. خطری جدی برای آمریکا، به خصوص در آستانه انتخابات که رئیس جمهورش ادعا می‌کند تهدید از جانب کره شمالی را برطرف کرده است. کره شمالی از هیچ خرجی برای برگزاری این رژه دریغ نکرد. اینجا سربازان با تفنگ‌های جدید. همه اینها در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی بزرگی است، از جمله به علت تحریم‌های آمریکا. کیم جونگ اون در سخنانش کسی را تهدید نکرد و گفت امیدوار است روزی کره شمالی و کره جنوبی دست در دست هم بیاندازند. او گفت توان نظامی کشور برای دفاع از کشور است. او اینجا از مشکلاتی که برای وضع اقتصادی مردم پیش آمده عذرخواهی کرد و از آنها و نیروهای نظامی تشکر کرد، به خصوص برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نجات سیل زدگان اخیر. سخنانی که چند قطره اشک هم به چشمانش آورد و به چشمان طرفداران سرسختش که او برایشان آرزوی سلامت کرد با شعار زنده باد مردم در آخر سخنانش. کسرا نجی، بی بی سی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار نتیجه یک تحقیق تازه بار دیگر خواهان ممنوع شدن آزمایش بکارت شده. این کمیسیون در 13 ولایت با 129 زنی صحبت کرده که معاینات پزشکی قانونی را گذراندند. طبق این تحقیق بیش از 90% آنها برخلاف قانون و بدون رضایت افراد و دادگاه باصلاحیت مورد آزمایش قرار گرفتند. کمیسیون حقوق بشر این کار را توهین‌آمیز و نقض کرامت انسانی خوانده. لطیفه سلطانی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ماست. خانم سلطانی خوش آمدید به برنامه. اول اگر میشه برامون توضیح بدید که طبق قوانین افغانستان انجام معاینه بکارت در واقع چه حکمی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. بحث روی انجام معاینات نسایی اجباری هست که متاسفانه در افغانستان از سالهای متمادی انجام میشه و کمیسیون دادخواهیش در این زمینه از سال 2015 به صورت رسمی آغاز شده و گزارش که امروز هم نشر کردیم دومین تحقیق بود که ما در 13 ولایت کشور با توجه به تهدیدات ناامنی که فراری کارمندان ما قرار داشتند و همچنان تهدید ویروس کرونا در شرایط بسیار سخت بود که کمیسیون تانیس فقط با 129 زنی که موردی انجام معاینه قرار گرفته بودند مصاحبه بکنن. البته اینا
زنان متأهل، دختران مجرد و همچنان زنان مطلقه، اینو کسانی بودند که مورد آزمایش قرار گرفته بودند و آزمایش هم برای اثبات فعل زنا، لواط و همچنان جرایم تجاوز جنسی بوده اند که از میان کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتن 60% زنان در محابس افغانستان، 7% هم در نظارتخانه ها و 32% هم در خانه در خانه های امن بودن که اینا مورد آزمایش قرار گرفتن توسط موظفین خدمات عامه، یعنی معرفیشان توسط پلیس، سارنوال و یک نفر هم توسط محکمه معرفی شده بودند و یک تعداد هم توسط خانه های امن اینا به مراکز صحی افغانستان معرفی شدن و مورد معاینه قرار گرفته بودند. البته تحقیق ما به هدف زی انجام دادیم که اولی که هدف ما حمایت از حقوق بشری زنان هستند، دومی تحقیق برای دوام دادخواهی برای جلوگیری از این معاینات هستند که کمیسیون همیشه برایش دادخواهی کردم و سوم میزان تطبیق ماده 640 کد جزا بود که کمیسیون دادخواهی کردند تا این موزل و انجام این معاینه در قانون افغانستان جرم‌انگاری شود و با توجه به اینکه دو بند در این ماده هم هنوز مشکل ساز هست و خواست کمیسیون یعنی تعدیل این ماده هم هست و با وجودی که ما این اهداف را دنبال میکردیم، هدف مشخص ما هم بلند بردن سطح آگاهی موظفین خدمات عامه در خصوص مقررات ملی و بین المللی به ارتباط ممنوعیت این مسئله که انجام این معاینات نقض صریح حقوق بشری زنان هستند در مغایرت صریح با مفاد قانون اساسی افغانستان، قانون منع خشونت و مقررات بین المللی مخصوص. قبلا هم این رو دولت غیرقانونی این کار رو اعلام کرده بود. فکر میکنه نتیجه تحقیقات شما چقدر بتونه کمک بکنه به اینکه این کار دیگه انجام نشه؟ البته در شهرهای پرجمعیتی که آگاهی‌های بیشتری داده شده و تا حد مراکز صحی توسط وزارت صحت عامه افغانستان کنترل شده، این معاینات یک مقدار کاهش نشان میده، اما موجودیت این معاینه یک واقعیت انکار ناپذیر است در افغانستان که هنوز هم صورت میگیره و خواست کمیسیون برای بلند بردن سطح آگاهی موظفین خدمات عامه هست در خصوص این مقررات و ارتباط در خصوص مقررات ملی و بین المللی درباره ممنوعیت این معاینه و خواست دیگه کمیسیون تعدیل بدون قید و شرط ماده 640 کد جزا و همچنان قانون اجرایی جزایی افغانستان هستند که ادله اثبات دعوا کاملا لیست شده و نظر اهل خبره هم در جمع قرینه هست. بناً انجام معاینات به عنوان نقض صریح حقوق بشر باید مورد توجه موظفین خدمات عامه قرار بگیرد. متشکرم از شما لطیفه سلطانی، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما. ممنونم. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه تلویزیون فارسی بی بی سی رو برای تماشا انتخاب کردید.